با دروس راه عدالت در خدمت شما عزیزان هستیم. درس 58 کتاب زکریای نبی. دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی خداوندمون عیسی مسیح بر تک تک شما عزیزان باشه. امروز میخوایم برنامه خودمون رو در نام خداوند شادی، خداوند سلامتی و خداوند زندگی عیسی مسیح، همون که بود و هست و میآید، شروع کنیم. در دو برنامه قبلی درباره ارمیای نبی مطالبی رو از کتاب خدا یاد گرفتیم. متوجه شدیم که او درباره قوم یهود که از کلام خدا پیروی نمی کردند و از گناهانشون توبه نمی کردند، هشدار داد که خدا اونها رو به دست بابلیان تسلیم می کنه و شهر و دیارشون رو به آتش می کشه و نابود می کنه و خود اونها هم به اسارت خواهند رفت. اما بیشتر اونها به کلام خدا اهمیتی ندادند و در نتیجه خدا اجازه داد تا لشکر بابلی ها از مشرق بر اونها حمله کنند و اورشلیم رو نابود و معبد سلیمان رو بسوزونند و اونها رو به اسیری بگیرند. این همون چیزی بود که ارمیای نبی پیشگویی کرده بود. یهودیان مورد آزار قرار گرفتند، زیرا از اطاعت و احترام به پیشگویی نبی خدا سرپیچی کردند. اما آیا این نافرمانی و بیوفایی قوم وفاداری و علاقه خدا نسبت به اونها را از بین برد؟ هرگز. بشنوید که کلام خدا در کتاب ارمیا چه می‌فرماید. خداوند لشکرها، خدای اسرائیل، به تمامی تبعیدیانی که من ایشان را از اورشلیم به بابل به تبعید فرستادم چنین می‌فرماید: چون 70 بابل به سر آید، من به یاری شما خواهم آمد و با بازگردانیدن شما بدین مکان وعده خود را برای شما تحقق خواهم بخشید. زیرا فکرهایی که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. با این پیام ارمیا به قوم این مژده رو داد که اگرچه اونها خدا رو از یاد بردند، اما خدای محبت اونها رو فراموش نکرده. پس از 70 خداوند قصد کرد تا اونها رو به سرزمین پدریشون برگردونه. بله دوستان خوبم، خداوند به وعده هایش وفادار است. خدا از یاد نبرده بود که وعده داده از بین قوم یهود نجات دهنده باید به این جهان بیاد. خدا فراموش نکرده بود که از طریق این قوم کلام او باید به سر تا سر دنیا گسترش پیدا کنه. دیدیم که خداوند انبیایش رو از میان قوم اسرائیل انتخاب کرد تا پیام او رو اعلام کنن. ما میدونیم که خداوند تورات رو در دل موسی و مزامی رو در قلب داوود گذاشت. دیدیم که خداوند کلامش رو به ذهن یوشع، سموئیل، سلیمان، اشعیا، ارمیا و دانیال گذاشت و اونها به مدد روح خدا با قوت و امانت برنامه خدا و کلام زنده او رو نوشتند. در این برنامه میخواییم ببینیم که خداوند چطور قوم اسرائیل رو به سرزمین پدری اونها بازگردوند. میخواییم بفهمیم که خداوند چطور اسرائیلیان رو پس از 70 اسارت در دست بابلی ها به سرزمین اصلی خودشون برگردوند، درست همانطور که ارمیای نبی پیشگویی کرده بود. برای مطالعه امروز لازمه که به یاد بیاریم که بابل دیگه به این نام خونده نمیشد، چون پارسیان اون رو تسخیر کرده بودند و به سرزمین خودشون پیوسته بود. اجازه بدید تا بخشی از فصل اول کتاب عزرا در این مورد رو خدمتتون بخونم. کلام خدا چنین می فرماید: در نخستین سال کوروش شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سر تا سر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین مضمون بنگاشت: کوروش شاه پارس چنین می فرماید: یهوه خدای آسمان ها تمامی حکومت های زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست خانه‌ای برای وی بنا کنم.
هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست خدایش با وی باشد، می تواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه خدای اسرائیل، همان خدا را که در اورشلیم است، بنا کند. پس هر که باقی مانده است در هر محلی که اقامت دارد، مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چهار پایان همراه با هدایای اختیاری برای خانه خدا در اورشلیم حمایت کنند. پس سران خاندانهای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان، یعنی همه کسانی که خدا روحشان را برانگیخته بود، برخاستند تا رفته خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا کنند. تمامی همسایگان آنها سوای هدایای اختیاری ایشان را با دادن آلات نقره و طلا و اموال و چهار پایان و هدایای گرانبها یاری دادند. کوروش پادشاه نیز ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود نهاده بود بیرون آورد. کوروش شاه پارس آنها را به دست میتردات خزانه دار بیرون آورد و او آنها را شمرد، به شیبسر رهبر یهودا تحویل داد. پس می‌بینیم که خدا اونچه که به انبیای خودش فرموده انجام میده. در کلام خدا نوشته شده که خداوند اجازه داد تا پادشاه بابل شهر اورشلیم رو ویران کنه و پرستشگاه خداوند رو بسوزونه، و پس از اونه که در کلام خدا می‌بینیم که کوروش کبیر پادشاه پارس به امر خداوند دستور میده که از یهودیان اسیر هر کس دوست داره میتونه به کشور و شهر خودش برگرده و اون رو دوباره بسازه. پس میبینیم که خداوند شاه شاهانه، اون کسیه که بر تمام زمان و بر تمام جهان احاطه داره. هرچه که او فرموده در زمان معین انجام خواهد شد. سلیمان نبی در کتاب امثال این چنین مینویسه: دل پادشاه در دست خداوند است، آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکند. سپس در کلام خدا میبینیم که گروهی از یهودیان تصمیم میگیرن تا سرزمین پارس رو ترک کنند و به سوی سرزمین یهودا و شهر اورشلیم برن. یک یهودی به نام زروبابل رهبر اونها بود. وقتی اونها به اورشلیم رسیدن با مشکلات زیادی روبرو شدن، چون تمام شهر ویران شده بود و معبدی که سلیمان بنا کرده بود تبدیل به ویرانه ای شده بود. از اون شهر با شکوه و پرستشگاه اون تنها سنگهای شکسته و خاکستر باقی مونده بود. کلام خدا به ما میگه که اونها نخست در همان مکان سابق معبد گرده هم اومدن. اونها در اونجا قربانگاهی ساختن و حیواناتی رو قربانی کردند و به خداوند تقدیم کردند. همه اونها با هم خدا رو برای اینکه اونها رو در بابل و پارس برای 70 سال محافظت کرد و اجازه داد تا به سرزمین پدری خودشون برگردند، شکر و پرستش کردند. خداوند با اونها در تمام این مدت همراه بود. به همین سببه که اونها میتونستن دوباره پرستشگاه خداوند و شهر اورشلیم و دیوارهای اون رو بسازن. شاید بعضی از شما عزیزان بپرسید که داستان بازگشت یهودیان به سرزمین خودشون چه ربطی به ما داره؟ باید عرض کنیم که این داستان بسیار مهمه، چون اونها به سرزمین یهودا که بخش جنوبی فلسطین بود و مسیحای موعود قرار بود از بین اون قوم و در اون سرزمین به دنیا بیاد برگشته بودند. لازم بود که یهودیان به کشور خودشون برگردن تا مسیحای نجات دهنده بتونه طبق وعده خداوند به دنیا بیاد. در زمان بازگشت یهودیان به سرزمین خودشون، خداوند برای اونها پیامبری به نام زکریا فرستاد. باید عرض کنم که این زکریا با اون زکریایی که پدر یحیای تعمید دهنده است کاملا متفاوته. خداوند زکریا رو فرستاد تا ایمان یهودیان رو تقویت کنه و پیمان خدا رو به اونها یادآوری کنه. پیام زکریا هم بسیار مهم بود. او می گفت که زمان آمدن مسیحای موعود بسیار نزدیک شده. تنها 500 سال دیگه باقی مونده تا وعده خداوند به انجام برسه و مسیحا ظهور کنه.
اجازه بدید تا کلامی را که خداوند به فکر زکریا الهام کرد رو با هم مطالعه کنیم. در فصل اولی کتاب زکریا چند آیه رو خدمتتون میخونم. به کلام خداوند گوش کنید. در هشتمین ماه از سال دوم داریوش کلام خداوند بر زکریای نبی فرزند برکیا فرزند ادو نازل شد و گفت خداوند بر پدران شما بسیار خشمگین بود، پس بدین قوم بگو خداوند لشکرها چنین می فرماید: به سوی من بازگشت کنید، این از فرموده خداوند لشکرها، و خداوند لشکرها می گوید من نیز به سوی شما باز خواهم گشت. شما همچون پدران خود مباشید که انبیاء پیشین به آنها ندا داده گفتند خداوند لشکرها می فرماید از راه های بد و اعمال پلید خود بازگشت کنید، اما خداوند میگوید آنان نشنیدند و به من اعتنا نکردند. پدران شما امروز کجایند؟ آیا انبیا تا ابد زنده میمانند؟ آیا کلام و فرایز من که به خادمان خود انبیا امر فرموده بودم پدران شما را در نگرفت؟ پس آنها بازگشت کرده گفتند چنان که خداوند لشکرها قصد نمود بر طبق راه‌ها و اعمال ما با ما رفتار کند، به همان سان با ما عمل کرده است. این اون پیام هشدارآمیز زکریا به قوم خدا و همچنین به ماست. چون خداوند از پدران قوم اونقدر عصبانی بود چون کلام خداوند رو ترک کرده بودند و به همین دلیل بود که خداوند اونها رو به دست بابلی ها تسلیم کرد. پدران اونها مذهبی بودند، اما خداوند از اونها خوشنود نبود چون اونها کلام خدا رو نمیشنیدند. امروز هم بسیاری از مردم میگن که به پیامبران اعتقاد دارند، اما حرف اونها رو نمیشنوند. مردم مذهب خودشون رو دارند و خدا رو خوشنود نمی کنند و با او ارتباطی ندارند. مردم اون زمان هم فقط با لبهای خودشون خدا رو تمجید می کردند و می پرستیدند، اما دلشون از خداوند بسیار دور بود. به همین علت خداوند نبی خودش زکریا رو فرستاد تا دوباره پیام و هشدار خدا رو به اونها گوشزد کنه. پس از اینکه زکریا درباره هشدار خدا با قوم صحبت کرد، شروع به صحبت درباره نجات دهنده کرد. ما در این برنامه فرصت نداریم تا به تمام کتاب زکریا بپردازیم و تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌کنیم. در فصل نهم کتاب زکریا می‌خونیم که او چنین پیشگویی می‌کنه که نجات دهنده سوار بر الاغی به شهر اورشلیم وارد میشه. زکریا چنین می‌فرماید: ای دختر صهیون بسیار شادی کن، و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ. در فصل 11 کتاب زکریا او یه نبوت بسیار برجسته درباره مرگ مسیحا میکنه که تنها آیات اون رو برای شما قرائت میکنم. کلام خداوند در این مورد چنین میفرماید: و به ایشان گفتم، سپس به آنها گفتم اگر صلاح میدانید مزد مرا بدهید، وگرنه ندهید. پس به جهت مزد من 30 سکه نقره وزن کردند. آنگاه خداوند درباره این قیمت گران که بر من نهادند به من گفت آن را نزد کوزه‌گر بیفکن. پس آن 30 پاره نقره را برگرفتم و آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر افکندم. و در فصل 12 و 13 زکریا اینطور میگه که یهودیان نه تنها مسیحا رو میفروشند، بلکه اون رو به قتل میرسونند. ببینیم که کلام خدا در این باره چه می‌فرماید: و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهم ریخت، و بر من که نیزم زدند خواهند گریست، و برای من مانند کسی که به جهت تنها فرزندش به سوگ نشیند سوگواری خواهند کرد، و همچون کسی که به جهت نخست زادش بگرید به تلخی خواهند گریست، و او را خواهند گفت و اگر کسی از او بپرسد این زخم‌ها بر پشت تو چیست، پاسخ خواهد داد
در خانه دوستانم این زخم‌ها را برداشتم. با این سخنان زکریای نبی پیشگویی می‌کند که در دستان مسیحای موعود جراحت‌هایی وجود خواهد داشت. بله دوستان عزیز، یهودیان رومیان را ترغیب کردند تا مسیح را بر صلیب میخکوب کنند و بر پهلوی او هم نیزه‌ای فرو کنند. همه چیز همانطور که زکریا نبوت کرده بود در مورد مسیحا انجام شد. هر آنچه که زکریا می نویسه در هماهنگی کامل با اون چیزهایی که صدها سال قبل هم داوود درباره مرگ مسیح پیشگویی کرده بود. داوود در مزمور 16 چنین می فرماید: سگان مرا احاطه کردند، دسته اوباش گردم حلقه زدند، دستها و پاهایم را سوراخ کردند. دوستان خوب، خدا میخواد تا ما بدونیم که مرگ مسیحا بر صلیب مهمترین قسمت از برنامه‌ای بود که خداوند برای نجات فرزندان آدم از گناهانشون طرح کرده بود. مسیحای عادل باید میمرد تا انسانهای پلید به رستگاری برسند. اما این پیام آیا برای شما روشنه؟ آیا اونچه که زکریای نبی تقریبا 500 سال پیش از مسیح پیشگویی کرده بود رو درک میکنید؟ آیا واقعا به پیام انبیا درباره مرگ مسیح ایمان دارید؟ آیا به انبیا اعتقاد دارید؟ یا مثل یهودیانی که خدا رو فقط با لبهای خودشون میپرستیدند اما دلشون از خدا دور بود رفتار میکنید؟ به رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان گوش میکنیم: نبوتها را خار مشمارید. همچون در رساله دوم پتروس اینطور میخونیم: به علاوه کلام بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد تا آنگاه که سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع کند. دوستان عزیز شنونده، از شما برای همراهیتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. ازتون میخوام که در این برنامه تعمق بیشتری بکنید و به این جمله بیاندیشید که آیا واقعا ما به انبیا اعتقاد داریم؟ ممنون از این که تا اینجای برنامه با ما بودید. دوستان عزیزم، ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما میتونید با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. خداوند همه شما را برکت بده و در سلامتی کامل باشید. تشکر.
سمادی بحر کلیسا، ای شبان اعظم گله خدا بندی سا، داماد پرجلال سمادی بحر کلیسا. شادی سرایت زمین
شادی کنند. شالوم شالوم، همه ملت ها با شادی سرایند، زمین شادی کنند. شالوم شالوم. شالوم شالوم قوم خدا، شالوم شالوم، با شادی در روح، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام. شالوم شالوم، با شادی در روح، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام. شالوم شالوم. با روح و با ایمان در باد و طوفان ها، شالوم شالوم، همه ملت ها با شادی سرایند، زمین شادی کنند. شالوم شالوم، همه ملت ها با شادی سرایند، زمین شادی کنند. شالوم شالوم. Thank you.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در ارتباط باشید.